همزمان با تجلیل از 17مین سال روز تصویب قانون اساسی کشور در هرات، شمار از شهروندان و فعالان مدنی از آنچه که تطبیق نشدن کامل قانون به گونه یکسان میگویند انتقاد دارند و باور آنان تطبیق نشدن قانون سبب شده تا روز به روز باورمندی مردم به رعایت قانون کمتر شده برود. در همین حال مشکلات در کشور نیز افزایش یافته است. سوی والی هرات هم میپذیرد که هنوز هم در تطبیق قانون مشکلاتی وجود دارد. همکارم با جزئیات بیشتری. 16 جدی امسال برابر شده است با 17مین سال روز تصویب قانون اساسی کشور. از این روز اینجا در هرات با حضور مقام‌های محلی، استادان پوهنتون و شماری از شهروندان تجلیل به عمل آمد. در این همایش هم ما آنچه که انتقادها را بمرا شده است، عدم تطبیق کامل قانون به گونه یکسان بالای شهروندان است. امکان نداره که به هفته سر میخورم به ایتما وارد. بله، بالی یک زورمند، بالی یک پولدار تطبیق نمیشه. ولی بالی یک مظلوم هم وقتی که قانون ماید تطبیق شد فشار میآوری و شاید اطرافی ها از او گهی نداره از قانون که بالی تطبیق میشه. اینه که مردم هم به سر صدا میاره. اگر در محاکم کسی زورمندا در اونجا مداخله نکرم، هر حقی به حقدار میرسه. میگینم چون فعلا امروز زورمندان هستم که قانون زیر پا میکنه. قانون باز اینا هیچ اثری هم نداره. به باور اشتراک کنندگان این همایش، برخوردهای سلیقه‌ای در تطبیق قانون تأمین عدالت در کشور را زیر سوال برده است. با این حال برخی از استادان پوهنتون هرات و فعالان مدنی تاکید دارند که عدم تطبیق قانون در کشور سبب شده تا حاکمیت قانون در بسیاری از مناطق کشور ضعیف شود و فساد و ناهنجاری ها در جامعه هم روز به روز بیشتر شده برود. طبعا جایی که حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، هرج و مرج حرف اول میگه. خوشبختانه ما به اون سرحد نرسیدیم که هنوز به هرج و مرج رسیده باشیم، ولی طبعا وقتی حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، تطبیق قانون به ویژه وثیقه ملی یعنی قانون اساسی افغانستان ما درست نتونیم تطبیق بکنیم، طبعا از عدالت نمیتونیم چیزی به صورت واضح ما بیان بکنیم. در حالی که ما گفتیم قانون ما یکی از توسعه یافته ترین قوانینه، ولی برداشتای سلیقه‌ای، برخوردای سلیقه‌ای با قانون، ندانمکنی و همچنان عدم اطلاع از مواد قانون و همچنان ابهامات در بعضی از مواد قانون باعث شده که یک سردرگمی به وجود بیاید و قانون در اون مسیری که باید جامعه را حرکت بده متاسفانه نتانسته حرکت بده. قانون اساسی کشور عالی ترین سند حقوقی افغانستان به شمار می رود که دارای 12 فصل و 162 ماده می باشد. از سوی هم والی هرات می پذیرد که هنوزم در تطبیق قانون مشکلاتی وجود دارد و تاکید می کند که نیاز جدی است تا برای تطبیق کامل قانون آگاهی دهی بیشتر به مردم شود و قوه مجریه نیز جدیتر عمل کند. با شما موافقم که مهم برای ما تطبیق است. باید تلاش بکنیم اول با آگاهی برسه ملت، آگاهی بیشتر، دوم کارمندای داره و سوم قوه نظارتی ما بر تطبیق قانون قوی تر بشه که قانون گریزی را اینقدر شاهد نباشه. هرچند از قانون اساسی کشور به عنوان جامع ترین و بهترین قانون در سطح منطقه نیز یاد می شود، اما همواره رعایت این قانون از سوی مسئولان دولتی و شهروندان کشور طی 17 سال گذشته نقص شده است.